آقا کدوم محصول جاش توی آشغالیه؟ کدومشون توی شکم من و شما؟ توی پست قبلی براتون از تاریخچه شکلات واقعی گفتم و توی این پست میخواییم بریم سر وقت مقایسه شون. بریم سر وقت مقایسه شکلاتهایی که ادعا میکنن شکلات واقعی هست. پارمیده 72% 39 تومانی، شکلات روسی 70% 140 تومانی، چیچک 78% 20000 تومانی، گلکسی 120000 تومان که 70%، گالاردو 60% 22000 تومانی و ارزون ترینشون دیریم شیرین عسل 72% 15000 تومانی. قضیه اینه که توی شکلات واقعی باید ترکیب خمیر و پودر و کره کاکائو رو با هم داشته باشیم و هر چقدر ترکیبات یک محصول کمتر باشه و بیشتر از همینا باشه شکلات واقعی تر و اصیل تره. و اگه دنبال تست تمام‌مزه شکلات واقعی سراغ زیر 60% نرو، چون بیشتر حجم تشکیل دهنده شون شکر و شیرین کننده ها. توی گالاردو و پارمیدا پودر و کره و خمیر یا مس کاکائو وجود داره. چیزای اضافیش هم شکر و وانیل به خاطر طعمش و لسیتین به خاطر پایداری و قوامشه که توی اکثر شکلات ها هست. الکسی خارجی 120000 تومانی ترکیباتش دقیقا مثل همین هست، با این تفاوت که توش دیگه پودر کاکائویی نیست. توی دیریم شیرین عسل شاید باورتون نشه، ولی علاوه بر ترکیبات قبلی از روغن حیوانی و روغن معادل کره کاکائو هم استفاده شده، به علاوه نمک و فندق. و داستان اونجای جالب تر میشه که بفهمید توی چیچک اصلا خبری از خمیر و کره کاکائو نیست و از روغن جانشین کره کاکائو استفاده کردن به علاوه شیر خشک. شکلات روسیمون هم که ترکیباتش کاملا روسی نوشته شده، فقط متوجه شدم توش اون بیس اصلی شکلاتو داره. حالا بریم سر وقت تست آب شدن یک نواختشون. شکلات واقعی باید به صورت یک نواخت آب بشه، حالت مونتور نداشته باشه و دوندون نباشه. از هر شکلات یه تیکه میذاریم تا با روش بنماری آب بشن و ببینیم چه خبره. چیچک که روغن جانشین کره کاکائو داشت همون سری اول کار آب شد. دیریم شیرین عسل هم انگار به خاطر روغن حیوانی که توش داره بافت نرمی داره و زودتر از همشون آب شد. آقا ما همه رو تست کردیم و خیلی صادقانه باید بهتون بگم اگه دنبال شکلات واقعی هستین پارمیدا و گالاردو پیشنهادهای خوبی هن. پارمیدا 72% تمومزه تلخی داره، ولی گالاردو 60% و میزان شکرش بیشتره. خاطر همین موضوع هم تمومزهش مطلوب تره. شکلات روسی و گلکسی هم خوش تمومزن، ولی با توجه به قیمتشون اصلا گزینه‌ای به صرف و معقولی به نظر نمیاد. چیچکم از نبود کره کاکائو رنج میبره، از روغن جانشینش استفاده کرده و تهمزش به شیر خشک میزنه. دیریم شیرین عسل هم همون شکلاتیه که از همه چیز یک کمی داره، یعنی از روغن حیوانی و روغن معادل کره کاکائو بگیر تا بیس اصلی شکلات واقعی و حتی نمک و فندق. یه ترکیب جذاب شیرین و فندقیه، ولی با اون شکلات واقعی که تو ذهن من بودش کاملا متفاوته. بنابراین در نهایت پارمیدای 72% و گالاردوی فرمند 60% پیشنهادهای من به شما. دیگه نوبت شماست، حتما برام کامنت بذارین و نظرتون در مورد بهترین شکلاتی که خوردین برام بنویسین. مخلص تک تکتون هستم، روکو.